پانزده یعنی اگه نگاه کنی زد مقدارش 15 میشه. پس ببین جای اینها خیلی مهمه و به این موضوع دقت باید داشته باشیم. بعد یه موضوع هم هستش که ما تو سی میتونیم از دیفاین استفاده کنیم. حالا تو همین مثال من یک دیفاین میذارم و اینجا مثلا مینویسم آی بزرگ فاصله 8. حالا هر جا من سی آوت کنم همین آرو به من عدد 8 رو باید بده. یعنی 8 رو داد. یعنی آرو دیگه میشناسه. و دیفاین یک مقدار ثابتی رو ما تعریف میکنیم و تو برنامه از اون میتونیم استفاده کنیم. مثلا آ به اضافه یه ایکس رو در واقع میگیم بگو میشه چی 11. چون ایکس 3 بوده هم 8 بوده و جوابش میشه چی 11. این هم خواستم در مورد دیفاین اینجا صحبت کرده باشم. و حالا بریم سراغ مبحث در واقع دستورهای شرطی، بریم با اونا کار بکنیم. دستورات شرطی، دستورات شرطی در زبان سی پلاس پلاس دستور ایف داریم و دستور سوئیچ. با اینا آشنا بشیم. اینجا شما در نظر بگیرین من یک متغیری مثل آ دارم، توش عدد 1 رو قرار دادم. میگم اگر این آ از 2 کمتره که هستش، 1 از 2 کمتره، یعنی این شرط درسته، به خاطر این وارد این دستور ایف میشه و این اتفاق میفته. این متن چاپ میشه، میگه آ کمتر از 2. بعد که این کار انجام شد میره خط بعد که خارج از بلوک ایف هست، این کارم انجام میشه و یه 1 رو چاپ میکنه چون آ 1 بوده. یعنی برنامه رو اجرا کنی این متن رو خواهی دید و در خط بعد عدد 1 رو میبینی. اینم داری موضوع رو نشون میده. یه شرط رو بررسی میکنی، اگه این شرط برقرار بود، مثلا آ از 2 کمتر بود، اون موقع میای این کارا رو انجام میدی. این بلوکیه که باید در واقع انجام بشه دستوراتش وقتی که شرط درسته. حالا اینجا بلوک ما فقط یه خط رو داشت، میتونه چندین دستور رو اینجا داشته باشه. و اگر شرط برقرار نبود میایم اینجا، یعنی دقیقا این قسمت، این قسمتی که اینجا داریم میبینیم اینجاست. یعنی بعد از اینکه شرط برقرار بود و این کار را انجام دادیم، میایم این سی‌آوت رو اجرا میکنیم. شرط هم اگه برقرار نباشه دوباره میایم میرسیم به این سی‌آوته. مثلا اگه این آ رو بذاری 5 وارد این دستور ایف نمیشه، وارد این قسمت، این مد چاپ نمیشه و میاد 5 رو نشون میده و این میشه دستور چی؟ ایف. حالا این ایف میتونه else هم داشته باشه، میشه ایف else. اگر این شرط برقرار بود این کار را انجام بده، نبود این کار رو انجام بده. مثلا توی آ 3 رو گذاشتم، میگم اگر آ از 2 کمتر بود این اتفاقات بیفته، نبود این اتفاقات بیفته و بعد میرسه به این دستور. الان آ من چون 3 هستش و 3 از 2 کمتر نیست، ما وارد else خواهیم شد. این شرط برقرار نیست، میایم توی اینجا و پیغام رو میده، میگه آ کمتر از 2 نیستش و بعد که میاد اینجا مقدار آ که 3 هم هست رو نشون میده. یعنی شما تو خروجی این رو خواهید دید و بعد خط بعد مقدار چی؟ 3 رو. حالا اگه این 3 مثلا بود منهای 6، چون منهای 6 از 2 کمتره این اتفاق میافتاد، بعد میومد اینجا منهای 6 هم چاپ میکرد. این میشه دستور if else. حالا ما دستورهای دیگه هم داریم تو همین بازه به نام مثلا else if، به این صورت میتونیم بنویسیم. توی آ مقدار 1 رو قرار میدیم و بعد میگیم اگر آ 2 بود این کار رو انجام بده، که این اتفاق نمیفته چون آ 1. و بعد میگه در غیر صورت اگر آ 3 بود، که چون آ 1 وارد اینم نمیشه، میاد اینجا در غیر این صورت بگو مقدار مچ نیست، که الان برای این عدد من این پیام چاپ میشه و بعد میاد خود عدد 1 هم چاپ میکنه. پس اگه این برنامه رو اجرا کنی این پیام رو میزنه و بعدش یه عدد 1 هم خواهیم دید. پس ما اینجا در واقع یه ایفی داریم که بعدش else اومده، که بعد از این else if اومده. این کارا را ما میتونیم داشته باشیم. این else که اینجا داریم مربوط به این if بود و این else در واقع مربوط به باز if بالاتریش هستش. دستور سوئیچ داریم. دستور سوئیچ چطوری کار میکنه؟ میگیم سوئیچ رو مینویسیم، توی پرانتز یک عبارت رو میذاریم. این عبارت